میخوام تو همون دوران بپرسم تحت تاثیر چه کسی بودید، تحت تاثیر اندیشه چه شخصی قرار گرفته بودید و اینکه از مکتب اقتصادی خاصی پیروی میکردید یا اینکه نه تو همون عالم مهندسی خودتون سیر میکردید؟ بله، من به لحاظ اقتصادی که هیچ چیزی واقعا نداشتم، که چون من در واقع فکر میکردید یه روز همچین اصلا اقتصاددان معروف نه خیلی هیچ اصلا فکر نمیکردم، اصلا فکر نمیکردم یه روزی من ممکنه سراغ اینجور اصلا رشته ها بیام و اینها، اصلا فکرشو نمیکردم. چون جذب مارکسیسم هم نشده بودم، بنابراین نسبت به مسائل مطالعه میکردم دیگه زیاد. خب و البته یکی از شاید چیزای جالبی که برای من پیش اومد، نمیتونم الان بگم که چقدر انتخاب آگاهانه من بوده چقدر اون شرایط بوده، نمیتونم واقعا قضاوت جنبندی شده ای داشته باشم، ولی خود به خود من در یک مسیری قرار گرفتم که در مطالعات خودم خیلی سخاوتمندانه عمل میکردم. یعنی به این معنی که مثلا که مطالعه که میکردم از خیلی طیف گسترده ای من مطالعه میکردم، حتی من مثلا جلساتی هم که میرفتم با همین یه چند نفر از دوستان خودمون بودیم که میرفتیم مثلا جلسات چیز مذهبی و اینا میرفتیم شرکت میکردیم زمان دانشجویی، مثلا یک جلسه ای بود که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم پیش نماز مسجد آقای توی خیابان شهید باهنر الان که بالا میریم بعد از پمپ بنزین یه مسجدی هست که آقای موسوی خوینی ها اونجا پیش نماز اونجا بود، جمعه شبا فکر میکنم ما میرفتیم اونجا، ایشون تفسیر قرآن میگفت. اون تا تفسیر قرآنی که ایشون میگفت یه تفسیر قرآن 100% سیاسی بود، یعنی که میگفت اینجا منظورش طاغوته اونجا منظورش اینه، یعنی همش سیاسی بود دیگه، یعنی کلن چیز میکرد، یعنی همه چیز رو میآورد توی کانتکست به اصطلاح اون فضای سیاسی تعارضی که اونجا وجود داره. خب حالا از اونجا می اومدی پایین همین خیابون شهید باهنر فعلی رو میرسید دزاشی. بله. اونجا مسجد دیگه ای هست، اونجا علامه عسکری چیزش بود، پیش نمازش بود. ایشون اصلا کلن غیر سیاسی بود و چیز بود، دانشمند فکر میکنم حدیث بود، مثلا یه در واقع عالم سنتی بود کاملا. و یه شما میرفتیم ایشون هر هفته باز چیز میگفت، مثلا مسائل اعتقادی و اینا میگن. میخوام بگم که چه در مطالعه چه در این چیزایی که مثلا مجالس و جلسات و اینایی که من شرکت میکردم، هنوز ذهنم این بود که پرسشگر بودم، که در واقع خودم رو نبستم به یک مثلا جریان خاصی، بیشتر رو فکر میکردم خب حالا کلیت موضوع اینه که به نظرم میرسه که اسلام یه دینه خوبیه برای اینکه آدم بخواد زندگیشو بر مبنای اون بگذاره، آینده شخصی خودشو بر مبنای اون منظم و مرتب بکنه و اون حالا مخالفت‌های سیاسی و اینا رو به تدریج چک گرفته. ولی من هیچ وقت یه مبارزه سیاسی به اون معنی که تو تشکیلات و سازماندهی و اینا باشم واقعا هیچ وقت نبودم.